اینجا لندن است رادیوی بی بی سی هفته صبح تهران خانم آقایان سلام صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر من علی حمیدانی هستم این چشم با بامدادی بی بی, بی سیست. بسیار خوش آمدید در برنامه امروز به شما میگویم که ایتالیا ده میلیون از جمعیت خود را قرنطینه کرده شاید از پس کرونا برایت در ایران و از روز به روز بدتر از دیروز 5823 نفر از آغاز ردیابی این بیماری در کشور تا امروز بر اساس یافته های آزمایشگاهی به طور مسجل به این بیماری مبتلا بودند و آزمایشگاه ابتلای اونها رو تایید کرد میپرسیم آیا مقامات ایرانی دیر جنبیدند چرا آنطور که برخی میگویند شیوع ویروس را هم سیاسی کردند و برخودشان با آن با شیوه های امنیتی بوده در روز جهانی زن مفصلا به وضعیت زنان در ایران افغانستان و تاجیکستان هم خواهیم پرداخت و خواهیم پرسید آیا راهی برای برابری حقوق افراد با هر جنس و جنسیتی که هستند هموارتر شده همه پس از مشروع خبرها از میمجور سلام و صبح بخیر. شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان به 104 هزار نفر رسیده است. ایتالیا که بزرگترین محل شیوع این بیماری در اروپا است از تصمیم برای قرنطینه 10 میلیون نفر در منطقه لومباردی در شمال این کشور خبر داده. در آمریکا پس از مثبت شدن نتیجه آزمایش 21 مسافر کشتی بزرگ تفریحی، تمام 3500 مسافر این کشتی که در ساحل سانفرانسیسکو پهلو گرفته، آزمایش خواهند شد. رئیس سازمان بهداشت جهانی روز شنبه بار دیگر بر اهمیت مقابله دولت ها با این ویروس تأکید کرد. با افزایش موارد ابتلا ما همچنان از کشورها می مهار ویروس در اولویت کارهایشان باشد. تنها راه ما برای شکست این ویروس همکاری است. این از همان ابتدا پیام سازمان جهانی بهداشت بوده و خواهد بود. در ایران سخنگوی وزارت بهداشت آمار رسمی قربانیان کووید 19 را 145 نفر و مبتلایان را 5823 نفر اعلام کرده. نماینده رشد در مجلس ایران وضع استانهای گیلان و رشت را نگران کننده خوانده و گفته تعداد مبتلایان به طور تصاعدی رو به افزایش است. با این حال به گزارش ایرنا ورودی استان مازندران در شمال کشور که از دیرهنگام پنجشنبه مسدود شده بود، بازگشایی شده است. حسان دیاب نخست وزیر لبنان میگوید دولت او تصمیم گرفته برای اولین بار در تاریخ کشور از بازپرداخت یک مورد بدهی خارجیش خودداری کند به گفته او لبنان که برای چند ماه دست خوش اعتراضات ضد دولتی بوده امکان پرداخت این بدهی به ارزش یک و میلیارد دلار را ندارد سینا علی نژاد گزارش می دهد. این تصمیم در حالی اعلام می شود که مهلت بازپرداخت این بدهی یک میلیارد دلاری روز دوشنبه به سر می رسد. آقای دیاب گفت که ذخایر ارزی کشور به طرز خطرناکی کم شده و لازم است از باقیماندی این ذخایر برای تأمین نیازهای اولیه مردم استفاده شود لبنان با یک بحران عمیق اقتصادی از جمله سقوط ارزش پول ملی کمبود کالا و بیکاری گسترده روبروست ناظران میگویند که این تصمیم معترضانی که از دولت میخواستند های داخلی را در اولویت قرار دهد راضی خواهد کرد اما کمک زیادی به حل مشکلات اقتصادی این کشور نمی کند. حزب سوسیال دموکرات آلمان از دولت این کشور خواسته به تعداد بیشتری از پناهجویان ساکن اردوگاه های پر ازدهام یونان اجازه ورود دهد. این حزب گفته وقت آن فرا رسیده که برای کمک به کودکان و جوانان تنها در این کمپها محاسبات سیاسی کنار روند. روز شنبه رئیس جمهور ترکیه هم دستور داد تا دوباره مرزهای این کشور با یونان به روی پناهجویان بسته شود. صبح همه شما شنوندگان عزیز به خیر خدمت شما هر کجایی که هستید در این بامداد روز تعطیل سلام می کنم علی همدانی هستم امروز 18 اسفند ماه شمندگان عزیز هشتم ماه مارس امیدوارم هر کجایی که هستید حالا و احوالتون خوبه گرچه پرسیدن و امید داشتن به پاسخ خوب به این سوال این روزها کمی سخت شده هر جای جهان که باشید امروز در سراسر جهان روز زن روزی که فعالان حقوق برابری جنسی و جنسیتی از اون برای سخن گفتن در برابر در باره حقوق برابر سخن میگن مفصلا به این موضوع دیرتر در همین برنامه خواهیم پرداخت اما حالا باید به شما بگم که ماهاست که خبر اولین برنامه از یک بحران تازه است در جهان. بهرانی که چند هفته است کرونا است ایتالیا گفته ده میلیون از شهروندانش رو در منطقه لومباردی در شمال این کشور قرنطینه میکنه این یعنی درها بر یازده استان این کشور بسته خواهد شد در 24 ساعت گذشته 50 نفر در این کشور جان باختند همزمان ریزش بخشهایی از یک هتل که محل قرنطینه بیماران مبتلا به ویروس کرونا در شهر کوانجو در چین بوده حدود 35 نفر رو زیر آوار گرفتار کرده دولت در بریتانیا هم اعلام کرده که شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 206 نفر رسیده تا کنون دو نفر به دلیل ابتلا به این ویروس در بریتانیا جانشون رو از دست دادن اجازه بدید که با همکارم سینا علی نجات صحبت بکنیم در آن گوشه دنیا در کالیفرنیا لس آنجلس سینا از جایی که تو هستیم آغاز بکنیم از آمریکا و کالیفرنیا که به حال در شرایط استراری به سر میبره چه خبر تازه ای داریم از شیوع ویروس کرونا سلام علی بله خبر مهم اینه که آمار ابتلا از 410 نفر در آمریکا روز شنبه فراتر رفت و موارد مرگ هم 19 گزارش شد که البته بیشترش مربوط به ایالت واشنگتن در شمال غربی کشور هست که آمار ابتلا اونجا به 100 نفر رسیده و 16 نفر هم اونجا کشته شدند جانشون را دست دادند ولی می‌بینیم که در بیش از 20 ایالت این بیماری الان منتشر شده مثلا در ایالت نیویورک 89 مورد در روز شنبه تایید شد که باعث شد اندرو کومو فرماندار این وضعیت اصراری را میکنه اونجا که بهش امکان میده امکانات اختیارات دولتی رو بتونه بهتر برای مبارزه با بیماری بسیج بکنه خبر قابل توجه و مهم دیگه روز شنبه این بود که اتحادیه اتحادی محافظ کاران آمریکا که یک کنفرانسی داشت در حومی شهر واشنگتن پایتخت که چهار روز جریان داشت این کنفرانس روز شنبه تایید کرد که یکی از شرکت کنندگان اونجا به ویروس کرونا مبتلا شده و این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا و معاونش مایک اونجا سخنرانی کردند در چند روز گذشته در طول این کنفرانس هرچند گفته میشه که این شخص تماس نزدیکی با رئیس جمهور و معاونش نداشته در مورد کشتی گراند پرنسس که با بیش از 3500 مسافر و خدمه در آبهای سانفرانسیسکو متوقف شده بیش از 21 مورد ابتلا گزارش شده هرچند که تست کیتای تست کرونا به کشتی فرستاده شده با هلیکوپتر و از همه خدمه و مسافران تست خواهد شد و مقام ها گفتن که ممکنه به زودی اجازه بدن که به ساحل بیاد و خوشی بگیره هرچند در یک بندر بید. Uh, نکته که میخواستم بگم اضافه بکنم به حرفای تو این هستش که برحال لس آنجلس پایتخت ایرانیان و آمریکا هم هست میدونم که بسیاری شاید همه جشت ها و مراسم مرتبط با نوروز در لس آنجلس کنسل شد از اون خبرهایی هست که برحال مرتبط است با ایرانی ها به ویژه آمار ابتلا در جهان از 100 هزار نفر فرار رفته شماره تلفات از 3500 نفر بیشتر بریم نگاه بکنیم به سایر نقاط جهان چه خبر تازه داریم جهان بله خبر قابل توجه شد این باشه که در چین در حالی که در همه جهان با سرعت داره بیماری شیوع پیدا میکنه در چین در حال مهار هست روز شنبه آخرین آمار ابتلا در چین 99 مورد بود و در استان هوبه که در واقع مرکز اولیه شیوع هست برای دومین روز پیاپی پی پی هیچ مورد تازه گزارش نشد که موفقیت بزرگی به نظر میاد برای چینی ها هرچند که گفته میشه در آینده نمیشه مطمئن بود که این بیماری دوباره بر نگرده و سرباز نکنه در تحور دیگه در چین چه در خرها که یک هتلی که پنج طبقه بوده و برای نظارت بر بیمار بر اشخاصی که مشکوک بودن به بیماری استفاده میشده فرو ریخته و تعداد دهها افراد نفر اونجا به تله افتادند هرچند که الان گفته میشه از 70 نفری که اول به تله افتادند در داخل هتل 48 نفرشون بیرون کشیده شدن زنده هنوز از آمار طرفات گزارشی نرسیده تحول مهم دیگه این امروز البته مربوط به ایتالیا هست که منطقه لومباردی در شمال م. کشور رو با حدود 10 میلیون جمعیت شامل شهر میلان تردد به اونجا رو ممنوع کرده و بسیار از رویدادها در داخل این منطقه رو مثل عروسی ها مراسم ترهیم حتی فعالیت مثل باشگاه ورزشی بی اسکی رو خواهند بس تا اول ماه آوریل برای حدود یک ماه آمار مرگ در ایتالیا به 230 رسیده که 50 مورد فقط در 24 ساعت گذشته اضافه شده گزارش شده و آمار ابتلا هم نزدیک 6000 نفر و من البته قبل از رفتن اشاره کنم که آمار بزرگی که مربوط به فرانسه هست با نزدیک به هزار مورد و در آلمان هم نزدیک 800 مورد و البته ایران هم که می‌دونیم در خارج از چینی که از مراکز بزرگ شیوع با نزدیک 6000 مورد آمار رسمی البته 145 مورد آمار در گذشته سپاس گذارم علی نژاد به ایران اشاره کردی اجازه بده مستقیم بریم سراغ همکارم مجید افشار و آنچه که در ایران گذشته در رابطه با ابتلا به ویروس کرونا بسیج عمومی در تهران برای مقابله با کرونا شاید کمی دیر اما حالا سازمان آتش نشانی هم به این کارزار پیوسته تا شاید بتواند از شیوع ویروس جلوگیری کند از ماشین و مغازه گرفته تا مردم کوچه و خیابان ضد عفونی شوند البته با حضور دهها خبرنگار و دوربین اما علیرغم همه این تلاشا آمار مبتلایان همچنان رو به افزایش است کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت سه نفر از آغاز ردیابی این بیماری در کشور تا امروز بر اساس یافته های آزمایشگاهی به طور مسجل به این بیماری مبتلا بودند و آزمایشگاه ابتلای اونها رو تایید کرد بعد از قوم و تهران حالا وضعیت استان گیلان هم قرمز شده نماینده رشت دیروز از وضعیت وحشتناک این استان در شیوع ویروس کرونا گفته بود در شبکه های اجتماعی عکس‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد جایی برای نگهداری بیماران جدید در بیمارستان نیست وقتی که جانش جانشون کف دستشون میذارن حضور و این هم صحبت یکی باید از سرپرستاران بیمارستان رازی رشت فیلیست. که از کمبود امکانات می این اصلا مناسب نیست من نباید اول صبح میام پرسو جوش لباس رو داشته باشم لباس باید به وفور باشه مدارس تعطیل شد یه به جاده و رفتم مسافرت اتفاق عجیبیه یعنی تلویزیون دولتی ایران همچنان از مردم میخواهد در خانه هایشان بمانند و سفر نکنند من خواهشی که از مردم دارم استدعامونی که اصلا از خونهشون بیرون نرن امسال مسافرت نرن این اما این توصیه ها ظاهرا به گوش بسیاری خوش نیامده این وضعیت یکی از جاده های منتهی به استان های شمالی کشور این مسیریه که آه باید. آه باید. آه باید. اینجا به طور کامل مسدود این مسیر بالاخره بعد از هفته ها کشمکش و نگرانی برگزاری نماز جماعت در مساجد کشور هم تا اطلاع ثانوی لغو شد این نگرانی به ایران محدود نیست کشور همسایه عراق حالا گفته مرزهایش با ایران را به کلی میبندد و طرح لغو ویزا بین دو کشور را که قرار بود به زودی اجرایی شود کنار میگذارد جعفر علاوی وزیر بهداشت عراق حث از همه عراقی هایی که مقیم جمهوری اسلامی ایران هستند خواهیم که تا 15 مارس به کشور برگردند. بعد از این زمان تمامی مرزهای ما حتی به روی شهروندان عراقی بسته خواهد شد و آنها تنها می توانند از فرودگاه های بغداد، بصره، نجف و اربیل استفاده کنند. ما مرزهای زمینی زمینیمان را برای تجارت با ایران و کویت از فردا 8 مارس تا 15 مارس می بندیم. این تصمیم با توجه به تحولات مربوط به ویروس کرونا در آینده بازنگری خواهد شد با درگیر شدن کشورهای بیشتر فرودگاه ها هم خلوت تر شدند ترس از ابتلا و قرنطینه چهارده روزه که بسیاری از کشورها با جدیت اعمال می کنند بسیاری را از فرودگاه همیشه شلوغ دنیا دور نگه داشته مجید افشار گزارش میداد شما عزیز اجازه بدید گفتگو بکنیم با مهدی مهدوی آزاد تلگرام مسائل سیاسی ایران حالا در استودیو چشمانداز بامدادی با ما آقای مهدوی آزاد صبح شما بخیر رسانه ها در ایران تا دو هفته قبل شاید کرونا رو اینقدر جدی نمیدیدن حالا رسانه ها در ایران به نقل از مسئولین مدام مردم رو تقبیح میکنن بابت اینکه در خیابان ها هستن، در شهرها هستند، به سفر میرن ماجرا چیه ببینید واقعیت هست که مقامات حکومتی خودشون جدی نگرفتن خودشون در روزهای اول خطا کردن و همین هم پس تبعاتی داره پس لرزهای اون رو ما داریم میبینیم در مورد خود بیماری ویروس هیچ کس حکومت دولت یا کسی رو سرزنش نمیکنه در مورد آثار ویرانگرش هم همچنین مثلا دو تا اتفاق بزرگ افتاد اینکه الان دیگه واضح شده با اسنادی که منتشر شده از جمله سند مربوط به صورت جلسه شورای در واقع سلامت و غذای دارو در استان واضح شده که مقامات حداقل از دوازده بهمن میدونستند با دو هفته تاخیر گفتن و دوم بعد از همون دو سه هفته تاخیری که گفتند که باعث شده بود رشد انفجاری ویروس انتقال ویروس باشه برای حدود یک هفته ده روز اصلا هیچ برنامه ای نداشتن مجموع این شرایط کشور رو الان برده در بحرانی که خود مقامات دولتی هم هنوز هم نمیدونن چه جوری میخوان خارج بشن هر چند شرایط بهتر شده و از همه اینها بدتر جامعه هم یه جوری کرخت کرده درست جامعه ایران مشکل فرهنگی داره در برخی زمین ها اما ب... اما ب ریش اصلی این ماجرا رو شما باید جای دیگه پیدا بکنید آقای مهدوی آزاد ولی چرا چرا مخفی کاری چرا سیاسی کردن ویروسی که به قول خود شما تقصیر دولتی نیست تقصیر دستکم دولت ایران نیست رسیدنش به ایران تا چند اندازه چرا جو و امنیتی کردن خبررسانی رو کم کردن در ابتدا ببینید مشکل در ساختارهای توسعه نیافته استبدادی یا شپ استبدادی این هست که خیلی از رفتارهاشون قابل درک نیست واقعیت نیست که الان شما اگر به ایران نگاه بکنید میبینید انگار دروغ بعضی وقتا شده جزئی از ژنتیک سیاسی شما درک نمیکنید چرا در برخی از زمینه ها دروغ میگن در مواردی واضح هست نمیشه دروغ رو ادامه داد باز هم دروغ میگن در مورد این شاید بخشش داشی از این باشه اما دلیل سیاسی هم داشت 22 بهمن و, و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی و بعد از یه مقطعی به نظر میرسه که دست و پاشون رو هم گم کرده بودن شاید این هم موثر باشه یا کم تاثیر نباشه فکر کنم شاید ترکیب این ستا یعنی ناکارآمدی مسئله انتخابات و 22 بهمن ما و اون بحث ژنتیک دروغ موثر بود یه دلیل چهارم این بار بود بحث روحانیت و مذهبی مذهبیون ارتجاع مذهبی من برای اولین بار در دو دهه گذشته میبینم که روحانیت علیه مصالح عمومی در یک بحران عمومی در یک بحران محیط در واقع طبیعی داره عمل میکنه قبلا مثلا در ماجرای بم یا در زلزله ها روحانیت یا نقشی نداشت یا اگر داشت مثلا می اومد میگفتش که باشه آین قصر رو ما عوض میکنیم کمک میکرد تا حدی حتی به جمع کردن بحران این بار این روحانیت بود دو هفته سال نماز جمعه تعطیل شده روحانیت بود مقابل تعطیلی نماز جمعه تعطیلی اماکن متبرکه ایستاد واقعیت این هستش که بخش بزرگی از کشته های شرایط فعلی الان خونش بر عهده و بر زمه روحانیت ایران هست قم هم بر حال شهری بود که ویروس تا اون جایی که البته ثبت شد از آنجا شروعش آغاز شد در ایران هنوز در حاله از ابهام هستش شرایط در قم آیا قرنطینه شده ارتباطاتش با شهرهای دیگه چطور هست این حساسیت از کجا میاد بر حال سلامت شاید اونطور که خود مقامات هم میگن شوخی بردار نیستش من فکر کنم یه بخشش ناشی از اینه که روحانیون جدی نگرفته بودن ساده گرفتند و میدونید این این ماجرا تفاوتش با مسائل دیگه با موضوعات دیگه که سرکوب میکنن میندازن زندان این هستش که تبعاتش رو خودشون میدن خودشون عزیزانشون مبتلا میشن الان شما حرفای مقامات ایرانی رو که میبینید از همین مجموعه موج جدید اظهار نظرهایی که از آقای مسعود پزشکیان شروع شد تا آقای قاضی نماینده مشهد تا نماینده رشت جیدان میگن ما باید برخورد نظامی بکنیم تاکید میکنن و برخورد نظامی و ورود نظامی ها نشون میده باور نمی کردن. شاید جدی نمی گرفتن مسئله رو دوم که شاید یه بخشیش هم ناشی از فرضیات امنیتی مقامات ایرانی است میبینید کسانی در حد مقامات ارشد نظام فرمانده سپاه سردار سلامی یا سردار جلالی فرماندهی قرارگاه ب ب ب ب ب ب ب ب پدافند غیر عامل <متحد> به صراحت میگن توطئه آمریکاست و عضو کمیسیون امنیت ملی هم دیروز حد حدس این رو مطرح میکنن که خنده داره ولی به حال در ایران جدی میگیرن و سوم مسائل میدونید تاریخی مذهبی سالها بود هر کسی مریض میشد تو این کشور هر جز زلزله می اومد روحانیون اول میمدن میگفتن مردم شما گناه کردید مردم شما دروغ گفتید حالا زلزله اومد این بار بالا از خود قوم نازل شد شاید سخت بود پذیرشش که, ب... که بر اساس همون فلسفه سنتی و تاریخیشون خودشون رو سرزنش بود آقای مهدوی اب یه بخشی از قربانیان ابتلا و شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 خود حاکمیت است به ما خبرهایی که میشنویم در هیچ جای دنیا این سابقه وجود نداره که کووید 19 نمایندگان مجلس رو از مجلس آینده مجلس دوره های دورهای قبلی مجلس بر قربانی بگیره دلیل این ابتلای مقامات ارشد حکومتی چه هستش اون از کجا ناشی میشه چون اونم بسیار به حال مورد استثنایی هستش بله من امیدوارم این موج جدیدی که بخش از فرس فرصت طلب و نیروهای فرصت طلب تحت عنوان طب اسلامی شروع کردن ام. خوشبختانه مقامات وزارت بهداشت هم علیهشون موزه گرفتن مقامات قوه, قوه قضاییه هم موزه گرفتن امیدوارم مثل ماجرای آقای هاشمی شاهرودی که دیگه حالا ثابت شده به این دلیل زود کشته شد روحانی رو بیشتر به کشتن نده الان دارن تبلیغ میکنن داروی امام کاظم نمیدونم حلیله سیاه و رازیانه رو قاتی کنید امیدوارم اتفاق نیفته در این مورد دو تا فرضیه وجود داره یک فرضیه که من بیشتر اونو میپسندم این هستش که در واقع حجم بحران به حدی زیاده و حکومت آمار رو انکار میکنه یا ما نمیبینیم کمتر میبینیم که در واقع این تعداد از بین مقامات شاخص یا شناخته شده هم درگیرش شدن این یک دلیله. اما دلیل اما دلایل اجتماعی هم وجود داره ریشه بحرانی بار از قوم شروع شد طلاب چینی اینطور که گفته میشه اونجا در واقع حرم حضرت معصومه هست این مقامات حکومتی با هم جلسه دارن خیلیشون با هم فامیل هم هستن یه جوری در واقع ساختار فامیلی در ایران حاکم هست شاید به این دلیل و همچنین مدلیل مذهبی یا شرکتشون در مراسم های مشترک عمدتا مذهبی اینقدر فراگیر شده در بین مقامات حکومت سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد اینجا در استودیو با ما من میخواستم از شما شنوندگان هم دعوت بکنم تا در این بحث شرکت بکنید از نظر بفرمایید در مورد شیوع و ابتلای به ویروس کرونا همینطور در مورد امکاناتی که وجود داره در سطح شهر دیدید و همینطور تردد مشاهدات خودتون رو از شهرهایی که ساکن هستید و شنونده برنامه با ما در میون بگذارید دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بیبیسی شما بامدادی ت بیبیسیا کo یوk ۲صفر چر ۳ بریم سراغ سایر خبرهای ایران در ایران در یک نگاه فاطمه رهبر نماینده منتخب مجلس 11 هم پس از ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. خانم رهبر چندمین مقام ایرانی است که بر اثر این بیماری جانش را از دست می‌دهد. فاطمه رهبر عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه و با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه سابقه نمایندگی مجلس در چند دوره را داشت و اخیرا هم معاون کمیته امداد بود. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران میگوید از ابتدای شناسایی موارد مبتلا به بیماری کرونا در بهمن ماه سال جاری اقدام به راه اندازی بخش تشخیص کرونا در انستیتوی پاستور کرده و امکان تشخیص برای ایران فراهم شده است مقام های ایرانی اولین بار در سی بهمن موارد کرونا در ایران را تایید کردن و تا پیش از آن گزارش های مرتبط را تکذیب می کردند. چند مقام بهداشتی در ایران درباره مسمومیت الکلی در میانه بحران کرونا هشدار دادند و از مردم خواستند که از الکل برای درمان و پیشگیری از کرونا استفاده نکنند. دکتر مسعود مردانی یکی از اعضای کمیته کشوری آنفلانزا به خبرگزاری ایلنا گفته روزانه دو یا سه مورد با مسمومیت الکلی شدید به بیمارستان لغمان تهران مراجعه می‌کنند. معاون دانشگاه علوم پزشکی استان قم می‌گوید بیش از هزار نفر با مشکلات تنفسی در بیمارستان‌های این استان بستری شدند. او گفته از میان این افراد آزمایش ابتلای 500 و سه نفر به کرونا مثبت اعلام شده. هماهنگ کننده تیم پزشکی محمد رزا شجریان میگوید احتمال دارد این خواننده سرشناس از بیمارستان مرخص شود. حسن عباسی گفته یکی از دلایل مرخصی آقای شجریان ترس از ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان است. و فرهاد دبیریان از فرماندهان نظامی ایران در سوریه در نزدیکی دمشق کشته شده است. رسانه های ایران خبر کشته شدن این فرمانده نظامی را بدون جزئیات منتشر کردند اما مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید اطلاعات موثقی دارد که حاکی از سوء قصد به فرهاد دبیریان است آقای دبیریان با عنوان الهاج فرهاد مسئول شهرداری زینبیه در دمشق بوده اینجا لندن است رادیو که بی بی سی. هوشنگ ظریف نوازنده قدیمی و تاثیرگذار موسیقی سنتی ایران در 81 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. یکی از قطعاتی است که هوشنگ ظریف جادویی نواخته قطعی که حتما شنیدید اون نواختن ساز رو نزد استادانی چون موسی معروفی روح الله خالقی جواد معروفی و حسین تهرانی آموخته بود آقای ظریف تک نواز تار ارکسترای مختلف وابسته به وزارت فرهنگ و هنر بود و در اجرای برنامه موسیقی با سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران همکاری داشت او اجراهای متعددی هم با گروه فرامرزه پای برداشت از پژمان اکبرزاده موسیقی پژوهشگر موسیقی درباره هوشنگ ظریف سوال کردم هوشنگ ظریف جزو نخستین دانش آموختگان هنرستان موسیقی ملی در تهران بود هنرستانی که به کوشش روح الله خالقی برای تدریس و حفظ موسیقی ایرانی در اون زمان تأسیس شده بود و این موقعیت رو داشت که با یک سری از منحصر به فردترین موسیقی داران معاصر ایران کار بکنه و از آموزش های اونا استفاده بکنه به طور خاص در زمینه تارنوازی شاگرد موسا معروفی بود یکی از استادانی که نقش اساسی داشت در تدوین ردیف موسیقی ایران و همینطور با روحالای خالقی در زمینه سلفش و نوتخانی کار کرده بود و در واقع به این شکل جزو معدود تکنوازان هم نسل خودش بود که هم این امکان رو داشت که در گروه که به سبک و سیاق سنتی و شفاهی و سینه به سینه کار میکردن هم با اینها به شکلی بسیار دقیق و ظریف همونطور که نام خانوادگیش بود همکاری داشته باشه و هم با گروه ها و ارکسترهایی که کارهایی رو به صورت نوت شده و به شکلی نزدیکتر به کارهای ارکسترال غربی کار میکردن که در این زمینه خاص باید اشاره بکنم حتما به همکاری ایشون با ارکستر شماره یک اداره هنرهای زیبا ارکستر سبا که استاد دهلوی رهبری میکردن و همینطور در زمینه گروه هایی که بیشتر به موسیقی دستگاهی ایران نزدیکتر بودند. ایشون نوازنده ثابت گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایور بودن که خوشبختانه از اجراهاشون با این گروه نمونه های ویدئویی هم بیادگار مونده ولی در کنار فعالیت های اجرایی اون موضوعی که بسیار بسیار هوشنگ ظریف رو مورد توجه قرار داد و جز خدمات اصلی او به موسیقی ایران بود سالهای سال فعالیت آموزشی جدی او بود در هنرستان موسیقی ملی او در 1342 برای تدریس به این هنرستان دعوت شد و تا چند ماهی بعد از انقلاب اسلامی همکاریش با این هنرستان ادامه پیدا کرد تعداد بیشماری شاگرد در زمینه تارنوازی پرورش داد که در واقع هنرمندان شاخص نسل بعد از او بودن که در بین اون اونها حتما بعد به حسین علیزاده اشاره کرد چند ماهی بعد از انقلاب اسلامی که همکاری ایشون با هنرستان موسیقی ملی عملا متوقف شد به اتریش رفتن در اونجا همکاری میکردن با گروهی به نام شیراز که برای حفظ و اشاعه موسیقی سنتی ایرانی در اروپا به وجود اومده بود چون در اون زمان به هیچ وجه مثل الان نبود که کنسرت های موسیقی ایرانی اینقدر فعالانه در اروپا ریکو به روی صحنه بره چند سال ایشون موندن در اونجا ولی خب بعد از مدتی تصمیم گرفتن که مجددا به ایران برگردن و توی سال‌های دهه هفته دوباره فعالیت‌های آموزشی شون رو در مراکز مختلفی در تهران از جمله هنرستان‌های موسیقی پیگیری کردن و در کنار این فعالیت‌های آموزشی چندین و چند آلبوم هم از نوازندگیشون ضبط شد هم به صورت تکنوازی من جمله آلبومی بود که در دشتی و اسفهان تکنوازی کرده بودن و همینطور یک آلبوم که دو نوازی بود با استاد فرامرز پایور و همینطور نوت نگاری تعداد زیادی از کارهای ایشون به کوشش محمد رضا ابراهیمی و علی صمدپور به صورت کتاب در ایران چاپ شد و همینطور همکاری داشتن با پروفسور محمد تقیه مسعودیه برای تصحیح ردیف آوازی محمود کریمی گفتگو میکردم با پژمان اکبرزاده رسانه های آمریکا میگویند سه عضو عالی خاندان پادشاهی عربستان از جمله آخرین پسر ملک عبدالعزیز در بازداشتی که لتان معلوم نیست به سر میبرند این رسانه ها محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را مسئول این اقدام معرفی کردند و میگویند محمد بن ناف و دو نفر دیگر روز جمعه بازداشت شدند این بازداشت‌ها شبیه دستگیری دستگی گسترده اعضای خاندان سلطنتی در سال 2017 ارزیابی شده که طی محمد بن سلمان که در آن ایام تازه به مقام ولایت عهدی رسیده بود ده ها عضو برجسته خاندان سلطنتی را در یک هتل پنج ستاره زندانی کرد اقدام اخیر محمد بن سلمان را هم برخی رسانه های نزدیک به خانواده سلطنتی تلاش و عربستان برای جلوگیری از کودتای احتمالی علیه قدرتش تفسیر کردند از حبیب حسینی فر تلگر مسائل جهان عرب پرسیدم محمد بن سلمان از چه چیزی احساس خطر می کند و این تصمیم او ناشی از قدرت است یا ضعف اینها هر دو هم به نوعی میتونستن مدعی قدرت باشن با توجه به نفوذی که در دستگاه اصلاح خاندان سلطنتی دارن خودشون در دوره وزیر کشور بودند و در حلقه های امنیتی و نظامی یه سری نفوذ دارند و میدونیم که خب برکناری آقای محمد بن نایف که دو سال پیش انجام شد و اینی که برای اولین بار در تاریخ عربستان پسر خود پادشاه اومد شد ولی عطی سابقه نداشته همیشه هم اونجا برادر اون پادشاه وقت پسر برادرش میشد ولی عهد از این جهت این که بن سلمان محمد بن سلمان خودش رو ولی عهد کرد به هر صورت در خانواده سلطنتی بی تاثیر و بی نم اون نمون مخالفتا حتما باهش وجود داشته خود آقای عبدالعزیز از احمد بن عبدالعزیز که برادر پادشاه باشه اونم خب از سال 2012 تا حدودی مثلا بر کنار بوده از این خیلی انفعال در لندن زندگی میکرده مخالف بوده با آقای محمد بن سلمان رسال 2018 هم که برگشت با یک سری زمانت ها برگشت تو چارچوب که شاید به خاطر فشاری که به خاطر اون قتل آقای خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه متوجه بن سلمان شده بره و یه مقدار کمکش بکنه ولی امروز آقای بن سلمان به نظر میاد هم سیاست داخلیش این اختلافات که در دستگاه خانواده سلطنتی وجود داره مثلا اینی که به هر صورت میدونید که هم بخشی از روحانیون رو یه موقع زیر فشار گذاشته برکنار کرده زندانی کرده خانواده سلطنتی رو همطور که شما نفر 200 نفرش رو دو سال پیش دستگیر کرد و بازداشت کرد برای یک مدتی که سابقه نداشت اصلا در تاریخ عربستان که خانواده سلطنتی کسی بهشون به دستندازی بکنه اینها همه یک سری نارضایتی داخلی به وجود آورده اون هم در شایده که الان هم با توجه به وضعیت بودجه عربستان که با نفت 80 دلاری بسته شده و این به خصوص کرونا و مسائل از این دست وضعیت بدی برای بازار نفت برای قیمت نفت ایجاد کرده و اون طرح بیست سی یعنی که تا سال سی میخواست اقتصاد عربستان رو به سمت متحول بکنه همه اینها به مشکل میتونه همه اینها به علاوه خب شکست آقای بن سلمان در سیاست خارجی مثل جنگ یمن که الان قرار بود سه هفته تموم بشه الان پنج 6 سال ادامه داره یا مثلا تحریم قطر که می‌خواست این کشور رو تغییر سیاستش وا بده و نتونه یا قتل قاشقچی اینها همه وضعیتی رو برای بن سلمان وجود ببرده که شاید با این با یا دستگیری مخالفا و کسی که میتونن مدعی قدرت باشن هر گونه خطری رو در این شرایط نسبتاً که میتونه بی ثبات بشه و یه مقدار مشکل ایجاد بکنه برای پایگاه قدرتش و اصلاح این مقدار زائل بکنه گفتگو می کردم با حبیب حسینی فرد صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر امیدوارم هر کجایی که هستید خوب و خوش باشید شنوندگان عزیز نگاهی بندازیم به سرخط چند خبر تا این لحظه شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان به 104 هزار نفر رسیده ایتالیا که بزرگترین محل شویی این بیماری در اروپا است از تصمیم برای قرنطینه کردن 10 میلیون نفر در شمال این کشور خبر داده در ایران سخنگوی وزارت بهداشت گفته تعداد مبتلایان به کرونا به 5823 نفر رسیده و 145 نفر هم قربانی و کشته شدند و در این هجدهمین روز از اسفند ماه شمندگان عزیز به شما بگم که قرار هست امروز لندن اگر بازی در نیاره چند ساعتی آفتابی باشه و درخشان لذت خواهیم بود امیدوارم در تهران دمای هوا نه درجه است یک پارچه آفتابی میبینم که قرار هست رفته رفته از آخر این هفته هوا بهاری بشه دمای هوا افزایش پیدا بکنه تبریز چش مشهد یک رشت ده کرمان 7 کابل سه مزار شریف چهار هرات یک و دوشنبه برفی و دو درجه بالای صفر شوندگان عزیز در ادامه برنامه خبرها رو پی خواهیم گرفت ویژه برنامه های روز هشت رو مارس رو هم و همینطور راز دانش رو هم پخش خواهیم کرد و همونطور که به شما گفتم در ادامه برنامه راز دانش رو هم پخش خواهیم کرد ببینیم در راز دانش چه داریم در چند کشور اخترشناسان با نصب دوربین های سعی دارند محل سقوط شهاب کارو تعیین کنند چون کشف شهاب هایی که تازه به زمین افتادن میتونه جایگزین کم دردسری برای اعزام کاوشگرها به فضا باشه که در گزارش اول دربارش خواهی شنید و در گزارش بعدی برنامه میرسیم به کشف جالب این نکته که دمای آب در برخی از بخش های رود بزرگ میکانگ در آسیا علیرغم گرمایش زمین افت کرده با ما همراه باشید شنوندگان عزیز اینجا لندن است رادیو بی, بی سی. همونطور که در پیشانی برنامه هم گفتم امروز هشتم مارس روز جهانی زن روزی که نه تنها زنان که همه برابری خواهان جنسی و جنسیتی دوشا دوشا هم درباره برابری همه افراد ام با هم سخن میگن در آستانه این روز مرکز اسناد حقوق بشر ایران مستقر در آمریکا گزارشی منتشر کرده درباره خشونت جنسی در ایران دادخواهی برای قربانیان خشونت جنسی در ایران عنوان این گزارش است در این گزارش به نحوه برخورد مقامات ایرانی با چهار پرونده تجاوز و تعرض جنسی پرداخته شده این پرونده ها نشانگر عدم تمایل نهادهای مختلف حکومت ایران برای تحقیق در مورد جرایم جنسی مجازات عاملان و ارائه خدمات اجتماعی به قربانیان با شاهین میلانی صحبت بکنیم از مرکز اسناد حقوق بشر آقای میلانی درباره این گزارشتون برامون بگین دایره تحقیق چی بوده سلام خدمت شما آقای حمیدانی و بینندگان ناشنوندگان و عزیز در این گزارش ما به این پرداختیم که اولا قوانین جمهوری اسلامی چیست در مورد تجاوز و تعرض جنسی و همچنین چند مورد هم بهش اشاره کردیم که در عمل این قوانین و اون ساختار حقوقی و قانونی چطوری عمل میکنه اولا من واقعا دوست دارم به همه بینندگانی که الان در اصل منو میشنون رو میبینن اینو بگم که قوانین ایران در این زمینه واقعا واژه فاجعه کم است برای توصیفش طبق قانون ایران تجاوز جنسی یک تعریف خیلی محدود و خاصی داره که فقط شامل یک نوع خاصی از تجاوز میشه به معنی دخول حالت تناسلی مرد در مثلا واژن یا مرقد زن همین غیر از اون هر اقدامی که صورت بگیره تجاوز جنسی محسوب نمیشه و حالا غیر از اون اصلا ما یعنی غیر از تجاوز جنسی ما جرمی تحت عنوان تعرض جنسی نداریم در سیستم قانونی ایران به این معنی است که اگر یک جرمی یک فردی علیه یک فرد دیگه خشونت جنسی اعمال بکنه اون اگر در اون چارچوب خیلی محدود تجاوز قرار نگیره واقعا چارچوب درستی از لازه قانونی برای اون وجود نداره چرا؟ چون اصلا قانون ایران دراش مسئله رضایت در رابطه جنسی مهم نیست و یک تعرض جنسی رو و چیزی که در قبل بسیاری از اینجور کارها تجاوز تلقی میشه مثلا فرض کنید یک شخصی به یک شخصی دیگر رو مجبور کنه که بهش به اصطلاح مثلا سکس دهانی بده اون تحت قانون جمهوری تجاوز محسوب نمیشه و تعرض هم واقعا تعریف چون تعریف نشده است اون وقت اون رو قانون جمهوری مثل یک اقدام یک رابطه مرضی طرفین جنسی تلقی میکنه از لحاظ قانونی و مجازاتش مثلا 99 ضربه شلاق هست در حالی که و اصلا براش فرقی نمیکنه که آیا شخصی که مرتکب شده و شخصی که قربانی است رضایت داشته نداشته و مجازات فرد مرتکب فرقی نمیکنه که حالا یعنی امگار... ولی این این شرایط دادخواهی رو برای زنانی که قربانی خشونت و جنسی میشن به چه صورتی قرار میده آیا امکان دادخواهی عادلانه براشون وجود داره خب ببینید وقتی یک چیز اصلا جرم تلقی نشه چجوری میشه دادخواهی کنه جرم یک یک مسئله ای که به صراحت تعرض بوده تجاوز بوده طبق قانون ایران اون باش مثل یک رابطه جنسی برخورد میشه که هر دو طرف رضایت داشتن توش و هر دو طرف مثلا ممکن مجازات بشن و خیلی هم مجازاتش به اصطلاح سبک هست و بنابراین و حتی مثلا در مورد تجاوز هم ما طبق قانون جمهوری اسلامی اگر فرد مرتکب بیاد و در دادگاه توبه بکنه ابراز پشیمانی بکنه و اون قاضی توبه اون فرد رو بپذیره مجازات اون فرد میشه بین 6 ماه تا دو سال زندان حالا از یک سو ممکنه که اعدام بکنن که ما به عنوان فعال حقوق بشر و, و مخالف اعدام هستیم ولی از اون سو یک کسی ممکنه مرتکب تجاوز بشه و بیاد توبه بکنه و قاضی اون فرد رو بین 6 ماه تا دو سال زندانی بکنه خب این واقعا یک وضعیت خیلی بدی است اما من میخوام فقط دو مثال رو بهش اشاره بکنم که در این گزارش ما با مصاحبه کردیم و اینا شهرحالشون حالشون برای ما گفتن چه اتفاقی برایشون افتاده در یک مورد بود که یک شخصی بود که دوست پسرش اونو آزار میداده و بهش تهدیدش میکرده که من به تو تجاوز میکنم اگه با ازدواج نکنی و اون شخص میره به پلیس امنیت این مسئله رو میگه و پلیس امنیت در تهران به اون میگوید که ما برای کاری نمیتونیم بکنیم و به اون پیشنهاد میکنه اینو واقعا همه بهش, بهش توجه پلیس امنیت به اون فرد پیشنهاد میکنه که برو دم دادسرای کسایی هستن به اونا میتونی 10 میلیون 12 میلیون 15 میلیون تومان بدی و اونا اون دوست پسر رو بکشن و این یک فردی بوده که ملبس به لباس نیروی انتظامی بوده و پیشنهادی پیشنهادیو به این قربانی میده به جای اینکه بیان در سیستم قضایی کار بکنن و پیگرد قانونی بکنن همش پیشنهادیو میدن یک مورد دیگه بوده که شخصی مورد تعرض جنسی قرار میگیره در یک تاکسی فرار میکنه از اون تاکسی اون خانم میره به کلانتری در یوسف آباد و اونجا اون فرد کارگاه به اون میگوید که اصلا تو با این لباس اون ساعت شب چیکار داشتی میکردی تو خیابون بعد هم اون رو متهم میکنه به اینکه روسپی بوده و با این در واقع مشتریش به توافق نرسیده همچین برخوری ما شاید هستیم از طرف مقامات قضایی و نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی و طبیعتا در همچین حالتی قربانیان تعرض جنسی که عمدتا زنان هستن خب امنیتی حس نمیکنن برای اینکه برن و شکایت بکنن آمان. و امیدی داشته باشن به دادهایی در این سیستم سپاسگزارم شاهین میلانی از مرکز اسناد حقوق بشر صحبت میکردیم در مورد گزارشی که به تازگی این مرکز منتشر کرده اما یک زن در شهر دوشنبه برای کمک به بازپروری کودکان و تعلیم کودکان دارای محلولیت و حمایت از مادران آنها مرکز خیریه‌ای بنیان کرده در این مرکز به مادران شیوه های آموزشی این کودکان یاد داده میشه به گفته خبرنگارمون سهراب زیا که در آستانه روز جهانی زن از این مرکز بازید کرده سازمان اجتماعی دلهای گشاده با تأسیس این مرکز روزنی امیدی رو برای دهها مادر تاجیک باز کرده و با افتخار روزی مادر کودکان مرکز دلهای گشاده برای مادرانشان هدیه تهیه کردند رنگامزی نقاشی ها برای کودکان کاری ساده هست اما نه برای کودکانی دارای معلولیت از آغاز کاری مرکزی دل‌های کشاده پنج ماه می گذرد. بنیاد گذارش دیلبر قربانوا است. زنی که سرنویشت تلخ فرزندش در این کار به او انگیزه بخشیده. دیلبر بعد از پانزده سال انتظاری سه سال پیش صاحب تیفل شد. اما او با سندروم داون تولد شد. بیماری قلب هم داشت و تنها 67 روز عمر دید. دلبر قربان آوا میگوید متاسفانه دخترم زود ما را ترک کرد مرگ او در دلم داغ عمیقی گذاشت و فهمیدم که این آزمایش خداوند است تا که با تمام وجودم و در مغز استخوانم درد و وضعیت وحشتناک مادرانی را درک کنم که کودکانشان سندروم دون دارندملیکه یکی از شاگردان این مرکز است برای افراد مثل او های گوناگونی را برگزار میکنند ملیکه برای تقویت حرکتی انگشتان دستانش پیانو تمرین میکند همسال دیگرش تبل میزند نیمه از کودکانی که به این مرکز می آیند سندروم داون دارند نیم دیگر یا فلج مغزی هستند و یا به بیماری های دیگر مبتلایند در اینجا خودی مادران را آموزش می دهند تا بعدا با بازپروری و آموزش دادن کودکان خودشان مشغول شوند شهنازه محموداو یکی از آنهاست. است او میگوید من خیلی فرزند دارم من به خاطر فرزند خودم به خاطر همین دوستویکوی زیبا میخوام که تا وقتی هستم تا وقتی هستم همین کودک‌ها یارم من راست همه یک جای شالغم رو کشیدند سال قبل دلبر و همکارانش این ساختمان را که ویرانه را ماند، به اجاره گرفتند با کمک افراد خیرخواه آن را باسازی کردند سازمان اجتماعی دلهای کشاده تا حالا از هیچ سازمان کمک دریافت نکرده و فعالیتش را تنها به همت والدین این کودکان و افراد خیرخواه پیش میبرد البته افراد هستند که به قدری زحمت و تلاش های دلبر قربانوا و همکارانش میرسند رادیوی وطن دلبر رو در کنار 49 چهره دیگر فردی مطرحی سال 2019 در تاجکستان برگزید. عنوانی که برای دلبر بسیار با ارزش است و او را برای توجه به سرنوشت ده ها کودکی دیگری دارای معلولیت در تاجکستان بیشتر تشویق می کند. همکارم سهراب زیا گزارش میداد اما اجازه بدید که سفر بکنیم به افغانستان برای اولین بار در کابل تعمیرگاهی آغاز به فعالیت کرده که مکانیک و مشتری های آن زن هستند این زنان در حال حاضر در کنار تعمیر بخش های ابتدایی ماشین همچنان آموزش می تا روی خود روی پای خود بیستند الهام کریمی خبرنگار ما در کابل به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن سری به این تعمیرگاه یا آنطور که افغان ها میگویند ترمیمگاه زده با زدن هر ضربه سنگین چکش اراده را قوت می ظریفه یکی از میخانیک های این تعمیرگاه موتر در قلب شهر کابل است. او لیسانس حقوق دارد و تازه به بخش میخانیکی رو آورده. ظریفه میگوید خانواده اش با سختی با کار او کنار آمدند. وقتی که آمدم اینجا سری کار شدم وقتی که وسایل موتر تا و بالا میکنم باز میکنم بسیار که خوشایند است که اینه ما هم میتونیم کارهای سقل انجام بتیم خب هر شغل از خود یک خصوصیت خاصی داره مثلا نقاش هم دستایش تیرنگ میشه دکتر وقتی که به عملیات میره من دستایش یا لباسایش خونپور یا که امروی جراحات سر و کار دارن خب هر شغل از خود یا خصوصیت داره خصوصیت بسیاری هم شاید سیاکدن و روغنی شدن باشه آمدن به یک ورکشاپ تکنیکی اینجا موترهای مختلفی برای تعمیرات آورده شده اما با این تفاوت که تعدادی از این موترها با خانم ها تعلق دارند و همچنین خانم ها به این موترها رسیدگی میکنن. مسترگری که همیشه کار مردانه تلقی شده اینجا مرد و زن نمشنسن. خوب خوب آه، تشکر. شکر. این تعمیرگاه تازه تأسیس است و مسئولان آن سعی دارند تا دست راننده های زن را سبک کنند. رانندگانی که هم از برخورد مردم در روی جاده ها و هم از تعمیرگاه های موتر تعریف نامتناسبی دارند. خریده را ایلا یکی از زنان است که تجربه زیادی از این برخورد ها دارد. خاطره تلخ می که تپه نادرخان موتر من خراب شده بود هیچ کسی نبود که موتر را مجور کنه هر کسی که تیر میشد شد تمسخور می کرد خنده می سرم که یک دختر چی به موتر حالا که موترش خراب شده تا نیمای شب باید اینجا مانه تا ای برادرم از یک جای بسیار دور آمد امروی من کمک کنه. و موتر به پیش مستری و موتر دوباره جور کرد در افغانستان رانندگی زنان هنوز یک تابوی پرجنجالی است تعمیر موتر جنجالی تر از آن معدود زنانی هستند که در افغانستان رانندگی می کنند اما همین تعداد اندک هم برای تعمیر موترشان با مشکلاتی برمیخورند تا جایی که مردان خانواده موتر را به تعمیرگاه میبرند همین مشکل رامین صدیقی را به ساختن چنین ورکشاپی وادار کرده دقیقا پار سال تاریخ های 25 یود بود نامزدم بود برای شکران موتر توفه خریده بودم و از روزی که موتر توفه هر روزی که خراب می ما مجبور بودم موتر پیشم مستری برم در حالی که از نامزد امی تکلیفی که سرما بود که ما همیشه باید پیش مستری میبردمش ما را به فکر واداشت که بر خانم ما یک جای مطمئن بر موترهایشان بسازیم آمار دقیقی از زنان رالنده در افغانستان وجود ندارد اما کاریابی مشکلی است که بیشتر از مردان زنان با آن روبروند در حال حاضر تنها 27 درصد کارمندان دولتی را زنان تشکیل می دهد. بیشترشان هم معلم. در روستاها هم زنان تنها چانس کار در خانه و کمی فراتر در مزرعه را دارند استاد کنو. اما شاید کار این گروه از دختران در این ورکشاپ باور مردم نسبت به کار فنی زنان و تبعیض در مهارتها را عوض کنند بریم سراغ خبرهای ورزشی امروز با پویا جفره خب طبق روال چند شب گذشته باز هم اخبار ورزشی شروع می کنیم از مسائل مربوط به فدراسیون فوتبال انتخابات ریاستی که دیگه حالا با رأی قاطع فیفا تا قبل از اینکه اساسنامه اصلاح بشه برگزار نخواهد شد و مصاحبه عجیب و غریب افرادی که داخل فدراسیون هستن از جمله سرپرست فدراسیون هیدر بهاروند با خبرگزاری تسنیم نکته جالبی رو مطرح کرده گفته که بیشتر از یک سال منتظر این هستیم که اساسنامه سال 90 رو دو هیئت تایید بکنم اگر تایید شده بود الان فیفا سختگیری نمیکرد در مورد بازنشسته بودن خودش و اینکه نواب ریاست اجازه دارن که در سازمان باشن با وجود بازنشستگی هم صحبت کرده ولی که در مورد اینکه خودش ثبت نام کرده به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست و قصد داره که رئیس فدراسیون بشه صحبت نکرده که در نوع خودش واقعا استثنایی از این مسائلیه که مربوط به فوتبال ایرانه از طرف دیگه مشخص میشه که تمامی صحبتایی که دبیر کل دو روز پیش انجام داده بود با تلویزیون دولتی ایران اشتباه هستند در نامه فیفا نوشته شده که به کمیته استیناف کمیته تایید های نامزدها و حتی نوع نامزد شدن کاندیداها و جمع امضاها هم اعتراض دارن همه اینها رو مقایر با اساسنامه اصلی خود فدراسیون جهانی میبینند و واقعا فوتبال ایران دچار یک بنبست عجیب و غریبی شده که شاید در نهایت ببینیم که یکی از بالاترین مقامها پا پیش بگذاره و تصمیم بگیرن که برای مدتی حداقل این ساختار فری رو منحل بکنن تا موقعی که افرادی سر کار بیان که بشه باهاشون کار رو جلو برد مصاحبه دیگه ای هم انجام دادن خبرگزاری ایران با عباس تورابیان از یه طرف دیگه خود اون هم در نوع خودش جالبه به خاطر اینکه هم علی کفاشیان هم عباس ترابیان بعد از اون پرونده اختلاسی که محکوم هم شدن در اون از خدمات در فوتبال کنار گذاشته شده بودند و اینکه ازشون نظرشون پرسیده میشه این ماجراها یعنی هیچ اعتباری رو جلوی فیفا نمیتونه به دست بیاره برای فوتبال ایران تأثیر شیوع کرونا بر لیگ برتر فوتبال ایران چی بوده؟ برای وضعیت لیگ ایران هم به خاطر شیوع بیماری کرونا همچنان مشکلات زیادی رو داره و اونجا هم یک مصاحبه غیر عادی رو داشتیم با مدیر تیم پرسپولیس آقای انصاری فرد که برگشته گفته اگه که لیگ نیمه تمام بمونه پرسپولیس بعد قهرمان بشه این صحبت ها در حالی داره مطرح میشه که دو تا پرونده واقعا قطور و کمرشکن یکی از طرف برانکو که دیدیم که فیفا رأی قاطع خودش رو صادر کرده و از طرف کالدرون هم پرونده دیگری علیه پرسپولیس به فیفا رفته منتظر اون هم بعد باشیم ببینیم که چه جرمی رو در نظر میگیرن و یک ماه فقط فرصت دادن که حقوق برانکو پرداخت بشه یعنی همه این مسائل رو در مورد شوی کرونا در کشور و سرنوشت لیگ و بازیایی که قراره که از 14 فروردین ماه بعد از تاثیرات نوروز اثر گرفته بشه رو به کنار بذاریم بعد بیایم الان صحبت بکنیم راجع به پرونده هایی که در اون تیم های ایرانی محکوم شدن حالا تراکتورسازی با آنتونی استوکس که جای خودشو داره اونها محکوم شدن تقریبا میشه گفتش که هیچ کدوم از این پرونده ها رو ایرانی ها نبردن و بهتره که الان مدیران تیم ها تمرکز خودشون رو بذارن که دوباره چندین پنجره محروم نشند و جریمه های بیشتری براشون در نظر گرفته نشه نوبتی هم که باشه مثل هر یک شنبه صبح نوبت راز دانشه با همکارم سینا علی نشد سلام به این شماری راز دانش خوش آمدید برنامه برای مرور تازه های علمی جهان در چند کشور اخترشناسان با نصب دوربین های سعی دارند محل سقوط شهاب سنکار رو تعیین کنند چون کشف شهاب هایی که تازه به زمین افتادن میتونه جایگزین کم سری برای اعزام کاوشگرها به فضا باشه که در گزارش اول دربارش خواهیم شنید و در گزارش بعدی برنامه میرسیم به کشف جالب این نکته که دمای آب در برخی از بخش رود بزرگ میکانگ در آسیا علیرغم گرمایش زمین افت کرده حالا دیگه خیلی از ما به خاطر زندگی شهری و آلودگی نوری از دیدن بارش های شهابی محروم شدیم اما واقعیت اینه که هر ساله هزاران تن شهاب سنگ از آسمان بر زمین میباره که اخترشناسان نمی‌دونن بیشترشون از کجا میان بشر برای درک منظومه شمسی مأموریت‌های رو راهی سیارک کرده مثل کابرشگر روزتا که در سال 2014 واحدی رو, رو روی دنبالداری به نام 67 پی فرود آورد و حالا هم فضاپیمای ژاپنی هایابوسای دو در حال بازگشت به زمین بعد از نمونه برداری از سیارکی به نام ریوگو هست این مأموریت‌ها ها حیرت هنگیز و البته بسیار پرهزینه هستند اما راه جایگزینی برای مطالعه اینها که مصالح اولیه ای منظوم شمسیان بررسی سنگ است که از فضا به زمین میفتن البته یک مشکل اینه که نمیدونیم این سنگ ها چه زمانی و کجا به زمین برخورد میکنن حالا چند سال میشه که تیمی از زمین شناسان و اخترشناسان مجموع دوربین هایی رو در اطراف بریتانیا و برخی کشورهای دیگه نصب کردند تا با کمک آنها محل فرود شاب ها را پیدا کنند لوک دیلی از دانشگاه گلاسکو و از اعضای این تیم توضیح میده که آزرگوی یا در زبان انگلیسی فایربال چیه آزرگوی در واقع یک شهاب ماندگاره یعنی برعکس بیشتر شهابها که ظرف چند صدم ثانیه و با یک چشم به هم زدن خاموش میشن آزرگوی ها ده ها ثانیه میدرخشند رویدادهای بسیار نورانی و تماشایی که در بیشتر موارد به زمین هم میرسند و بخشی از موادی که از اون تشکیل شده بودند رو به جا میگذارند. او میگه سالانه حدود 50000 هزار شهاب به زمین میافتند که معلوم نیست از کجای منظومه شمسی میان. و اگر ندونیم که قطعه سنگ یافت شده از کجا آمده امکان انجام مطالعه دقیق در مورد نحوه تشکیل منظومه شمسی و تشکیل سیارات وجود نخواهد داشت. ایده ما این بود که دوربین هایی در اطراف جهان در هر دو نیم کره نصب کنیم و با عکس برداری شهاب هایی که از آسمان می افتند رو شناسایی کنیم و موقعیت سقوط اونها رو تعیین کنیم. با یافتن این شعب ها به موادی دست که هنوز بک هستند. به علاوه با ثبت مسیر سقوط میتونیم مدار حرکت آنها رو تعیین کنیم و رد مسیر حرکتشون تا سیارک ها رو بگیریم. این دوربین‌ها مجهز به الگوریتم های خودآموز هستند که میتونه فرق آزرگوی رو با مثلا هواپیماها و ها تشخیص بده اگر دوربین‌ها شاهد شهابسنگ درخشانی که به زمین افتاده باشند محققان با کمک یک سیگنال از محل فرودش آگاه میشن این پروژه اصلا از دانشگاه کرتن در شهر پرت استرالیا شروع شد اما حالا شامل مجموعی از شبکه های مرتبط در بریتانیا، مراکش، عربستان سعودی و آمریکا میشه. برای مثال دوربین های نصب شده در آوتبک استرالیا ناحیه به وسعت یک میلیون کیلومتر مربع رو پوشش میدن که به خاطر سطح آری از پوشش گیاهی جای خیلی خوبی برای یافتن شهاب سنگ دکتر دیلی در مورد دقت شناسایی موقعیت سقوط سنگ ها میگه ما در پنج سال گذشته پنج شش شهاب پیدا کرده ایم و اینها در دایره به شعاع تقریبا دویست متر از نقطه قرار داشتن که همکارم دکتر الی سمسون از دانشگاه کرتن استرالیا پیش بینی کرده بود اما در شرایط عادی با سقوط شهاب سنگ باید در ناحیه‌ای به وسعت کمتر از 10 کیلومتر مربع دنبالشون بگردیم و وقتی سنگ‌ها پیدا شد خرد میشن و قطعاتشون برای مطالعه به آزمایشگاه‌های مختلف اطراف جهان ارسال میشه دانشمندان می‌خوان بدونن که ترکیب سنگ‌ها چیه و از چه کانی‌هایی تشکیل شده اونها همچنین سعی میکنن نوع شهاب سنگ کار رو شناسایی کنن چون انواع مختلفی از اونها وجود داره دکتر دیلی بر این نمونه اشاره میکنه که اونها هنوز موفق به کشف قطعی که از یک دنبالدار اومده باشه نشدن اخترشناسان امیدوارند با کمک این اطلاعات به نحوه تشکیل سیارات پی ببرند چیزی که هنوز به درستی درک نشده مکانگ در جنوب شرقی آسیا به طول حدود 4300 کیلومتر دوازدهمین رود بلند جهانه رودی که در چند کشور جاریه و سطح زیادی روش ساخته شده اما نکته جالب در مورد میکانگ اینه که علی رغم روند گرمتر شدن زمین به نظر میرسه که در حال خنکتر شدن باشه فاضل حسین هیدرولوژیست در دانشگاه ایالتی واشنگتن در شهر سیاتل در مورد این رود توضیح میده <applause> میکانگ یک رود بین المللی است <applause> یعنی از فلات طبت در چین سرچشمه میگیره و بعد جاری میشه در لاوس، کامبوج، شمال ویتنام و بعد جنوب این کشور به دریای جنوب چین میریزه او میگه خیلی از کشورها به خصوص در بخش جنوبی رود سطح زیادی بر میکانگ ساختن مثلا ویتنام صدسازی در اونجا رو در دهه 1970 شروع کرد چین هم در جایی که رود شکل میگیره شروع به سدسازی کرده و حالا لاوس و کامبوج هم با سرعت زیاد در حال توسعه این ساختمان ها بر میکانک هستند آقای حسین که با بخش جهانی بی بی سی صحبت می کرد گفت که اونها دمای آب این رود رو اندازگیری کردن We now have -like data. ما به داده های ای دسترسی داریم <applause> <تص که دمای سطح آب رو به ما نشون میده در لاوس و کامبوج شاهد افت دما در پایین دست رود نسبت به چند سال قبل یعنی زمان ساخت سدها هستیم که از یک تا سه درجه متفاوته جانورشناسان و متخصصان اکوسیستم بهتر میدونند اما برای گیاهان و جانوران یک محدوده ایدئال دمایی وجود داره که میتونند به خوبی در اون رشد و زندگی کنند اما اگر این دما از این محدوده خارج بشه بقا برای ماهی ها و گیاهان دوشوار. اما علت افت دمای رود چیه اتفاقی که میفته اینه که دمای عمق آب در دریاچه هایی که پشت سطح ها ایجاد میشن در نیمی از سال سردتره در حالی که آب لایه های بالایی گرمتر میمونه اما برای تولید برق توربین ها در عمق صد نصب میشه تا تولید الکتریسیته بیشتر بشه به این ترتیب توربین ها آب خونکتر رو راهی پایین دست رود می کنند و هر جا که شاهد افت دما هستیم می یک تا دو سال قبل سدی در اون اطراف ساخته شده و راه اندازی شده در برابر در برخی حوزه ها که سدی ساخته نشده به راحتی می بینیم که دمای رود هم تغییری نکرده او میگه بعضی از بیولوژیست ها در همکاری با اونها مشغول مطالعه تاثیر این پدیده در رود میکانن چون معمولا با ساخت سد مسائلی مثل کاهش حجم آب کاهش رسوبات و تصاعد متان از صد پیش میاد اما تا به حال کسی به افت دما در پایین دست رو توجه نکرده بود کارشناسان میگن که ماهی ها در یک محدوده دمایی مشخصیست زیست که اگر شکسته بشه بر جفتگیری و تخم گذاری اونها اثر میگذاره به علاوه تغییر دما ممکنه باعث ورود گونه های تازه و به صلاح مهاجم و افزایش رقابت بشه و در اینجا به آخر برنامه این هفته میرسیم تا هفته آینده روزهای خوبی براتون آرزو میکنم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید شنوندگان و بینندگان عزیز پخش تلویزیونی این برنامه از لحظات دیگر به پایان خواهد رسید برنامه این چشم انداز بامدادی تا ساعت نه صبح به وقت تهران از طریق امواج کوتاه و متوسط رادیویی ادامه خواهد داشت موج متوسط 1413 کیلوهرتز صدای ما رو در منطقه میانه پخش میکنه که میتونید اون رو از طریق اتومبیل ببخشید رادیوی اتومبیلتون اتومبیل رادیو داره رادیو اتومبیل نداره گوش بکنید و همینطور از لحظات دیگر پخش برنامه های ما از طریق فرستنده های اف ام ما در سراسر سر افغانستان آغاز خواهد شد تا بعد اینجا لندن است رادیوی بی بی سی